هر وقت تو مهمونی یا دوره همی این فینگر فودا رو میخوردم طعمشون نظرمو جلب نمیکرد، تا اینکه خودم تونستم یه ترکیب محشر از فینگر فود درست کنم که واقعا همه پسنده و میخوام تو این ویدیو با شما هم به اشتراک بذارم. بریم سراغش. یه دونه قالب مافین دارم که از لوازم قنادی به قیمت 65,000 تومان خریدمش. سیب زمینی هم لازم داریم، 2 دونه متوسط، فلفل هالوپینو، ژامبون 90% گوشت و فلفل دلمه‌ای. هر تاپینگی دوست داشته باشی میتونی استفاده کنی. تو قدم اول سیب زمینی رو پوست میگیرم، بعدش با یه چاقوی تیز به نازکترین حالت ممکن برششون میدم. اگر نتونستی اینجوری انجامش بدی، کافی از پوستکن استفاده کنی با سیب زمینی های کوچولو این شکلی. باقیش هم بذار روی میز کاره، خیلی راحت تر برش میخوره. حالا ورقای سیب زمینی رو میریزم توی کاسه، بهش یخ اضافه میکنم یا آب کاملا سرد. 2 دقیقه سیب زمینی ها رو میخوام ماساژ بدم که نشاستش گرفته بشه. بعد از ماساژ میشورمش و برمیگردم، میریزمشون روی دستمال تمیز، میخوام خشکشون کنم با یه دستمال دیگه. بعد این شکلی باشه، کاملا خشک. قالب و مافینمو میارم، آغشتش میکنم به روغن. فقط داخل اون حفره ها رو باید روغنی کنی که سیب زمینی ها راحت تر جدا بشن. اطرافش هم همینطور. حالا دونه دونه سیب زمینی ها رو میچینم. دقت کن که انگشتم و وسط نگه داشتم که مهارشون کنم کنار هم دیگه. اینم دومی. و تا آخر همه رو پر میکنم به این شکل. حالا سیب زمینی ها رو میذارم بره توی فر 200 درجه حدوداً 10 تا 12 دقیقه که کاملا برشته بشه. بعد از این مدت سیب زمینی ها کاملا پخته، میارمشون بیرون از توی فر، میذارم سرد شه. این سمت دیگه میخوام ژامبونا رو ریز کنم. به ریزترین حالت ممکن، چون میخوایم حجم زیادی توی فینگر فودامون نگیره. حالا یه لایه پنیر پیتزا میریزم، بعد ژامبون، دوباره پنیر و فلفل دلمه یا هر تاپینگی که دوست داری. دوباره پنیر، ژامبون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه. این مراحل رو تا آخر ادامه میدم. حالا اگر دوست داشتی مثل من از این ترشی هالوپینایی که بهتون قول دادم درستش کنم ولی یادم رفت و هنوز وقت نکردم، میتونی بذاری روشون و تند میشه کمی. دوباره میزنم بره 15 دقیقه توی فر. بعد از این مدت فینگر فودای خوشمزه و متفاوتمون آماده است. این فینگر فودا جون میده واسه مهمونی ها دور همیاتون. من با سس کچاب شیرین زدم و سس مایونز سیر، خیلی طعم معرکه‌ای بهش داد. اینم کشش. جاتون حسابی خالی، امیدوارم درستش کنین و در کنار خانواده حسابی ازش لذت ببرین. مثل همیشه ممنونم که با لایک و ارسال ویدیو برای دوستانتون از من حمایت میکنین. مرگسم.